برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. Hope for you، برنامه هفتگی، روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan، Settlement Short Sale، Direct Sale، Credit Card Settlement. درود فراوان خدمت بینندگان محترم تلویزیون رویال تایم تیوی. امیدوارم حال همه شما نازنینان خوب باشه، سلامت باشید، هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذرونده باشید و امروز هم روز پنجشنبه شده، ما به دیدار شما نازنین ها اومدیم. انشالله که ما رو مثل همیشه بپذیرید. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید به میز گرد ناهید هوشنگ. برای شما نازنین هایی که برای بار اول منو میبینید و آقای نوری، من ناهید هستم به اتفاق هوشنگ در برنامه وام و مسکن و هوپ فور یو یا ناهید هوشنگ، که این برنامه برنامه تبلیغاتی است سالهای سال و مدت خیلی زیادی در تلویزیون های جام جم و بعد در تلویزیون عصر امروز و بعد ما خانه جدید خودمون رو تایم تیوی پیدا کردیم و خیلی خوشحال هستیم که با سرکار سیمین خانم نازنین همکاری میکنیم، تبلیغاتمون رو بهشون میدیم و این برنامه روزهای پنجشنبه هر هفته به طور زنده ساعت 6 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا تا 7 شب برنامه پخش میشه و روزهای شنبه و یک شنبه هم فکر میکنم یا جمعه ساعتهای مختلف کارگردان نازنین ما این برنامه رو مجددا پخش میکنند که اگر شما نازنین ها نتونستید وقت نداشتید در روز پنجشنبه به این برنامه توجه بفرمایید، روزهای بعد ما سعادت داشته باشیم که شما این برنامه رو ببینید و ما سعی میکنیم که خیلی، البته کارمون کار پروفشناله، ولی سعی میکنیم در اینجا من و آقای نوری به عنوان یک ریلتور و مورگیج بانکر و مورگیج کمپانی و اینها صحبت نکنیم و بشینیم خوش بشینیم اینجا. سعی میکنیم یه میز گردی رو با شما نازنین ها در دل میکنیم یا گفتگوی میکنیم و در ضمن میگیم که چه کارهایی رو ما انجام میدیم و اگر شما یه روزی خواستید میتونید با شماره تلفن 949-547-7409 یا pacificmore@gmail.com ایمیل بزنید. آقای نوری خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. لطف کردید تشریف آوردید خانم، بسیار عالی، هوا بسیار عالی بود امروز و خیلی جالب، ولی خب چیزی نیست خانم، تاریک میشه فورا. بله ساعت 5 دقیقه فکر کنم 4:45 دقیقه 5 دقیقه حالا میرسه به ساعت 3:30 من میرسه. بله از ادب دارم، سلام دارم حضور بینندگان عزیز و دوستان خوب خودمون در هر جای دنیا که تشریف دارید. امیدوارم که سلامت باشید و پای تلویزیون مورد علاقه خودتون تایم تیوی نشستید و برنامه ما رو گوش میکنید، نگاه میکنید یا گوش میکنید از طریق رادیو. برسون برسونم که این برنامه هم تو که ناید خانم فرمودن برنامه ایست بازرگانی تجارتی که 16 سال در مارکت هستیم و در تلویزیون مختلف برنامه داشتیم و طبق قوانین من باید برسون برسونم که بابت این برنامه هزینه پرداخت میشه از طریق کورپوریشن ما و صاحبان و مدیران تلویزیون تایم تیوی چکنه مسئولیتی در قبال گفته های ناید خانم و من ندارن و خوشبختانه ما هم در این مدت زیادی که افتخار داشتیم در حضور شما عزیزان هستیم تا حالا حرفی نزدیم که بر خلاف اصول رادیو و تلویزیونی در آمریکا باشه و سعی کردیم همیشه چیزها رو خیلی ساده و سهل و آروم به عرضتون برسونیم که شما دایجست بفرمید و اگر این موقع سوالی بود تلفن بفرمید سوال کنید. مسائل زیادی هست میخواستم براتون برسونم. در از مدتی که ما تلویزیون تایم تیوی اومدیم تعداد خیلی زیادی از ایران به ما تلفن میکنن. ایرانیان عزیز، همدانان عزیزی که برنامه ما رو نگاه میکنن توجه بفرمایید. شما اگر اوامری دارید، کاری دارید، ایمیل کنید برای ما pacificmore@gmail.com زیر صفحه تلویزیون نوشته، یا اگر ارجنت امرجنسی تلفن کنید به 949-547-7409 آقای نوری، برای تلفن خودتون رو برای ما بذارید، چون شما وقتی که با کارت از ایران تلفن میکنید یه شماره آمریکا میفته از یه ایالتی و ما نمیتونیم جواب شما رو بدیم. خیلی هم ساده برای ما
خواستتونه بذارید، تلفن ایرانه بذارید، ما به شما تلفن میکنیم. چه کارهایی ما میتونیم در ایران برای شما بکنیم؟ اولا ما وام در ایران نمیتونیم بدیم، این در جریان باشه. دوم، اگر میخواید آمریکا تشریف بیارید، ما شما رو به عنوان نامزدی میتونیم بیاریم، به عنوان اینوستمنت کردن کوچولو بین 200 تا 250 تا میتونیم بیاریم. برای اینوستمنت کردن بزرگ از 500 تا 1 میلیون دلار که به شما و خانوادهتون گرین کارت بدن، اونم میتونیم بیاریم. برسون برسونم که مسائل دیگه هم هست که باید تلفن بفرمایید از چه طریق دیگه من میتونم انجام بدم. و توجه بفرمایید خانم آقایون، اولا اومدن آمریکا برای دیدن خب زیباست، قشنگه، ولی اگر شما کار دارید و درآمد خوب دارید و خانواده اونجا راحتن و منزل دارید و ماشین دارید و زندگی خوبی میکنید، زندگیتون رو متلاشی نکنید که تش برید آمریکا اینجا دنبال دچار دردسر بشید. برای همینه که میگم با من تلفن کنید، با هم مشوره میکنیم، مشاوره میکنیم، صحبت میکنیم، ببینید اصلا به درد شما میخوره نمیخوره. من به عنوان یک دوست و نایت خانم همینطور به شما کمک میکنیم. هدف ما این که نیست که ما شما رو بیاریم اینجا پول درآوریم، نه، هدف اینه که حالا دوست دارید بیاید، بعضی وقتا دوست دارید بچه‌تون بیاد اینجا، با خانم بیاد، بچه‌ها برن دانشگاه تحصیل کرده، دوره‌های عالی، پزشک، دکتر، پروفسور، برگردونید ایران که به مملکت خدمت کنند. خب این بسیار برنامه خوبی است. بله، برنامه‌شون نازنینه که به هر دلیلی میخواید تشریف بیارید، حالا دلیل خودتونه، میتونید با ما تلفنی تماس بگیرید به 949-547-7409 و خواهش میکنم، واقعا ما شرمنده هستیم، چندین و چندین تلفن داشتیم و نتونستیم هیچ کدوم ما جواب بدیم، چون اگر اسم و شم فامیلتون هم حتی بذارید، ما نمیتونیم از اینجا با ایران به اسم شما تلفن کنیم و تماس بگیریم. خواهش میکنم شماره تلفن خودتون رو برای ما خانا بذارید همه رو، حالا چه از سلولار فونتون تلفن میکنید یا از تلفن منزل اگر زنگ میزنید، از تلفن آفیستون زنگ میزنید، تمام شماره خودتون رو خواهش میکنم خانا برای ما بذارید. و اگر درایو رانندگی میکنید، بدونید که این اینترنت امکانش هست که چندین شماره شما رو به ما نرسونه. اینی که تلفن رو وقتی میزنید، خواهش میکنم یا در منزل تشریف داشته باشید یا در آفیستون تشریف داشته باشید که درایو نکنید و ما رو شرمنده نشید. هر صورت نایت خانم بسیار مسئله خوبی رو به شما عزیزان یا ایمیل هم بله آقای نوری گفتن به pacificmore@gmail.com ایمیل بفرمایید، بعد ما با شما تماس میگیریم. هموطنان عزیز، اونهایی که میخواد در آمریکا سرمایه گذاری کنن، اولا دو آمریکا کشوری است که فری انترپرایز، یعنی شما احتیاجی نیست که آمریکایی باشید، گرین کارت داشته باشید، فقط شما پاسپورت داشته باشید، ما میتونیم برای شما در آمریکا هر چی بخواید بخریم، هر چی بخواید، آنلیمیتد. احتیاج به مالیات و کردیت و جاب و هیچی هم نیست، فقط پاسپورت ایرانیتون معتبر باشه و پاسپورت باشه که بتونید باشه این ورور برید اون نگاه میکنه. این از نظر کارهای شما. بعضی از هموطنان عزیز در ایران هستن، این آمریکایی هستن یا گرین کارت دارن، اونجا زندگی میکنن. اگر 62 سال به بالا دارید و میخواید در آمریکا خونه بخرید، خواهش کنم با من تماس بگیرید که من از طریق گاورمنت اینشور لون و ریورس مورگیج برای شما خونه تهیه بکنیم با بهره‌های بسیار بسیار عالی. بله، بعد برنامه اول من خدمتتون عرض کردم که برنامه ما برنامه تبلیغاتی است و ما سعی میکنیم کاری رو که انجام میدیم برای شما نازنین‌ها هر هفته به هر حال اینو ما توضیح، چون خیلی‌ها این هفته ندیدن، هفته دیگه میخوان ببینن. خب برنامه‌مونه دیگه، حالا انشالله که خسته نشید. خانم بفرمایید که ما در یوتیوب هستیم، در فیسبوک هستیم، بله در فیسبوک رویال تایم تیوی هستیم. تمام شما میتونید در خود وبسایت تایم تیوی تشریف ببرید که همون www.royaltimetv.com اونجا بزنید توی ادورتایز ها، تمام برنامه‌های ما از روز اولی که شروع کردیم تا حالا اونجاست، هر کدوم کلیک بفرمایید براتون یک ساعت صحبت میکنه. بله، خب این افتخار ماست.
محبت خانم تهرانی است. ما کار اصلیمون کار ریل استیته که در زیر همین چتر ریل استیت شما نازنین هایی که احتیاج به وام هم دارید، یعنی میخواید یه مقداری رو بذارید دارید و یه مقداری بایستی قرض کنید از بانک، ما تمام این کارها رو در زیر یک سقف انجام میدیم برای شما، برای اینکه کارتون راحت تر میشه، کارتون زودتر انجام میشه و خیلی راحت میتونیم. خب خیلی برنامه ها بوده، اومدن خونه هایی رو رفتن دیدن و فکر کردن میتونن این منازل رو بگیرن یا برای بزنس یا بعد فهمیدن که نه نمیتونن این مقدار پولی رو که دارن که خب خیلی کمه، بایستی برن قرض کنن، قرضم اینقدر بهشون نمیدن چون این کام خوبی ندارن، نمیتونن درآمد داشته باشن. و اگه یادتون باشه سالهای سالم خب خیلی عزیزان منظراشون رو از دست دادن، بزینس ها رو از دست دادن، به هر دلایلی بود. اینی که ما سعی میکنیم که قبل از اینکه شما نازنین ها وقتی با هم مصاحبه کردیم تلفن فرمودید بپرسیم چقدر این کامتونه، چه کار میکنی، چند تا خانوادتون هستن، یعنی بچه و اینا دارید و چقدر پول کش دارید و این درآمد رو ما میفهمیم که شما چقدر در میارید، چقدر مخارجتونه در ما، پس چقدر شما میتونید قسط منزل بدید و با مقدار پولی که شما میذارید. ما نمیخوایم خدای نکرده به ما بزنس رو بدید و بعد نتونید از پیمنت اون منزل برایید و حتی بریم منزل ها رو ببینیم و بعد شما نتونید از عهده اون پولی رو که باید از بانک بگیرید به شما ندن، اصلا نتونن، شما نتونید کوالیفای بشید. به هر جهت ما اول این کار میکنیم و بعد برای شما منزلی که شما دوست دارید، آرزوی شما هست، به هر حال یه مقدار نزدیک به آرزوهای شما باشه که با هم صحبت کردیم، ما یه لیستی رو گذاشتیم، از شما میپرسیم چند اتاق خوابه میخواید، در کجا باشه، چه شهری، اگر وارد به اون شهر و منطقه نیستید ما خوشحال میشیم که برای شما تمام توضیحات رو بدیم. اگر از استیتهای دیگه تشریف میارید که واقعا اصلا نمیدونید، باز هم خوشحال میشیم وقت با شما بذاریم و منزل رو در اون منطقه ای که شما با اون آرزوهایی که گفتید و ما نوشتیم پیدا میکنیم و هر چند تایی که باشه براتون سریعا ایمیل میزنیم، شما اونو خواهش میکنم ببینید و بعد با ما تماس بگیرید. اگر که از هر کدوم اونها خوشتون اومد، اگر در لیستینگ خودمون بود چه اشکال نداره، در لیستینگ دیگران هم باشه باز ما دسترسی داریم که برای شما فرستادیم، با هم اپوینتمنت میذاریم، میریم منظر رو میبینید از نزدیک. اگر واقعا خوشتون اومد که خب میدونیم که دیگه چقدر شما پول دارید، هر دوی ما میدونیم و میدونیم چقدر هم پول میتونید بگیرید، خیلی راحت تشریف میارید آفیس ما یا تشریف میارید هر جا که دوست دارید، با هم قرار مدار میذاریم، کارها رو میکنیم و به سلامتی وامتون رو میگیرید و منزل جدیدتون تشریف میبرید. یا اگر برای اینوستمنت میخواید همینطور، اگر میخواید بزنسی رو بزنید همینطور، ولی اگر که خوشتون نیومد خواهش میکنم هیچ اشکال نداره، شما رو هایر کردین که ما براتون اگر در اون نزدیک ها باز هم منازلی باشه برای شما ما مجددا پیدا کنیم، دراریم بیرون و براتون ایمیل کنیم و شما اون منزلا رو ببینید و اگر این بار خوشتون اومد همون کارهایی که گفتم براتون انجام بدیم. خب شما برای فروش چه کار میکنید؟ عرصبت که خانم آقایون همینطور که نایت خانم فرمودن، یکی از کمپانیه که ما با مال کورپوریشن ما هست به نام پاسیفیک ریلتیه که هم خونه میخریم هم خونه میفروشیم. برای فروش منزل همونطور که نایت خانم فرمودند ما لیستینگ میکنیم. لیستینگ ما خیلی فرق داره با لیستینگ های دیگه. اولا ما بیشتر از 1.5% شما رو چارج نمی کنیم چون بیننده برنامه ناهید هوشنگ هستید. این تنها کمکی که قرار نشد که شما پوینتو بگید. نه با این چون رو میگم، نه میگم که خیالشون راحت باشه که حداقل سیو میکنن مانی و دلیلش هم اینه که ما از طریق دیگه نمیتونیم به شما کمک کنیم. یه سرویس خوب که بهتون میدیم ولی حداقل از نظر مالی هم کمکی شده باشه. لیستینگ های ما رو در تمام آمریکا نگاه میکنن و میبینن. ما برای شما اولا در MLS میذاریم که مولتیپل لیستینگ، تمام ریلتورها در آمریکا میتونن نگاه کنن. براتون توی buy.com میذاریم، توی زیلو میذاریم، در تمام این کمپانی ها و ایمیل ها و وبسایت هایی که مردم میرن و نگاه میکنن شما اونجا مجانا میرید. در پشت در تلویزیون هم برای شما تبلیغ میکنیم و اگر خونتون خونه باشه که
بالای $1,000,000 باشه ما عکاس مخصوص میفرستیم، بسیارم گرونه که بهترین عکس‌ها رو بگیره و ما در داخل MLS بذاریم که مردم ببینن. اما ما سعی نمی کنیم که تابلو بزنیم در خونه شما که این خونه برای فروش توسط ناید هوشنگ فروش میره، احتیاجی نیست. قفلم در قفل لاک باکس هم نمیذاریم در خونتون. ما دو کار میکنیم، اگر وسط هفته یک روز با شما قرار میذاریم بین یک ساعت و نیم دو ساعت در روز که شما تشریف نداری منزل، اگر خریداری باشه ما خودمون میاریم خونه رو نشون میدیم. بعدش هم دو تا یا سه تا انشالله که زودتر فروش میره، یک شنبه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر ما اوپن هاوس برای شما میذاریم. اوپن هاوس یعنی چی؟ یعنی شما تشریف میارید از خونه بیرون و ما در خونه رو قشنگ باز میذاریم، بادکنک میذاریم، نمیدونم شمع روشن میکنیم، کاری که باید بکنیم انجام میدیم. بعد مردم پابلیک نگاه میکنن تابلو رو، فالو میکنن، میان اینجا خونه رو میبینن، اسامیشون رو مینویسن، تلفنشون رو میذارن، اگر خوششون اومد که آفر میدن و ما به شما میدیم. یه کار دیگه که ما میکنیم، کمپانی ما برای خود اوپن هاوس بیمه داره، بیمه داریم که اگر اتفاقی افتاد شما و بیمه شما مسئول نیست. برخلاف اتفاق میفته، مردم میان با بچه میان پله بالا میرن پایین میرن، پاشون ریز میخوره زمین میخورن، که شماها خدای نکرده بیمتون نده و درسته برای شما نشه. و با هر کسی دیگه هم میکنی کارو بفرمید، بپرسید که آیا این کمپانی اونها بیمه اوپن هاوس دارن یا ندارن. این خیلی مسئله مهمی است. بعد که خریدار اومد و به ما قیمت داد، ما حضور شما تقدیم میکنیم، نگاه میکنید دو تا سه تا رو، ما نظر خودمون رو به شما میدیم، از نظر کردیتشون، از نظر زمان بسته شدن خونه، از نظر کار طرف، از نظر کردیتش که میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده، اینا رو ما انجام میدیم که خیال شما راحت باشه که این کار انجام میشه. توجه بفرمایید، ما برنامه‌های بسیار بسیار زیادی داریم. الان ما لیستینگ در هاوایی خیلی داریم، کاندو و خونه. وقتی میگم هاوایی، خانم و آقایون، بهشته، بهشت واقعی هاوایی است. در این پنج جزیره هر جاشو که تشریف ببرید بهشته. هاوایی برای اشخاصی خوبه که میخوان بازنشسته بشن، مثلا زندگی کنن، یا اینجا هستن میخوان اینوست کنن. سالی 2 ماه 3 ماه خانواده ها به ترتیب، نوه و بچه ها و نتیجه و نمیدونم خانواده، برن اونجا و بمونن توی کاندوشون یا خونهشون. ضمن اینکه 3 ماه استفاده 2 ماه میکنن، بقیه اوقات و خونه رو نبندن. خونه رو ما براتون چیکار میکنن؟ اجاره میدن، اجاره هفتگی میدین. چون در هاوایی خیلی رسمه که خانواده ها خونه یا کاندور هفتگی یا 2 هفته اجاره میکنن. پولای نایت خانم بسیار بالا میدن، حتی زمینی که اگه شما قسط بدید قسطتون در میاد، یه درآمد هم برای خود شما داره. این مسئله خیلی مهم. الان در حال حاضر ما 2 تا کاندو داریم در ماوی، 1 کاندو خیلی خوب داریم در هونولولو در وایکیکی، 1 منزل داریم در ماوی که $1,500,000 داره، واقعا منزل بسیار زیباییست. در وگاس خونه داریم برای فروش، ما یک قرارداد با یک بیلدر داریم، با یک کسی که خونه میسازه، 50 تا خونه میسازه و 50 تا لند داره، زمین داره برای ساختمون. 30 تاش فروش رفته، 20 تا دیگه مونده. گیتد کامیونیتیه و نگهبان داره، گیت داره، قیمتش بسیار عالیه. 2 اتاق خوابه، 3 اتاق خوابه، 4 اتاق خوابه، از 120,000 تا 190,000 دلار من میتونم براتون بگم. وگاس منم بسیار عالیه. وگاس برای کیا خوبه خانم آقایون؟ اگه میخواید اینوست کنید خوبه، اگه میخواید موف کنید اونجا. وگاس حدودا هوای تهران داره، اولا ارتفاعش از سطح دریا مثل تهرانه، زمستونا سرده تابستونا گرمه ولی خشکه، رطوبت نداره. اونایی که آرتروز دارن، روماتیسم دارن، دستشون پاشون درد میکنه، وگاس خیلی کمک کنه. ولی برای اونایی که میخوان برن قمار بازی کنن و زندگیشون اونجا از دست بدن، وگاس به درد شما عزیزان نمیخوره. بنابراین وگاس اگر کاندو میخواید، خونه میخواید، داریم. در کالیفرنیا
در اورنج کانتی خونهای بسیار زیبایی داریم، کاندوهای بسیار زیبایی داریم. کاندوهای اورنج کانتی خانم آقایون از یک اتاق خوابه به بالاست، از 180 190 هزار دلار میره کاندو تا 1 میلیون 2 میلیون دلار، بستگی داره کجا باشه. خونه های خوبم داریم، خونه ویلایی رو ما میتونیم 450 460 در لیک فارست براتون پیدا کنیم و الان هست تعداد، و در ایرواین خونه داریم، به صورت در هر جایی که لگونا نیگل داریم، خیلی قشنگ، خیلی بزرگ. فقط شما باید تلفن بفرمایید، از ما سوال کنید، ما به عرض شما برسونیم که کجاها خونه داریم برای فروش. و این مسئله خب خیلی مهمه که شما عزیزان تصمیم بگیرید کجا میخواید خونه بخرید یا میخواید موو بکنید. خب خیلی خونه بزرگ دارن در ایسکوست، در جایی که سرد و نمیدونم تورنیدو و بارندگی و یخبندانه، میخوام بفروشم بچه‌هاشون رو بزرگ شد تشویق کالیفرنیا. خیلی خوش اومدید، کالیفرنیا بسیار جای خوبیه خانم آقایون، واقعا تقریبا حالت ایران داره برای همه ما ایرانی ها. شما احتیاجی واقعا نداره زبان انگلیسی بلد باشید، واقعا میگم من همه جا فارسیه، فروشگاه فارسی، دکتر فارسی، تاکسی فارسی، همه جا فارسی صحبت. جای آمریکایی هم که جای آمریکایی هم که ایرانی ها ماشاءالله ایرانی هستن، همه فارسی هم با شما صحبت. بنابراین جای خیلی خوبی، هوای وطنه، بوی وطنه میده، هوای وطنه داره و هواش هم بسیار عالیه. واقعا ما برای این هوا هزینه پرداخت میکنیم هر روز توی این ایالت. بنابراین میخواید تشریف بیارید به من بگید چی میخواید، براتون خونه پیدا بکنیم. خیلی ساده است، نایت خانم یک روشی پیدا کرده برای خونه پیدا کردن، واقعا عالی، آدم خیالش راحته. ما میذاریم جلومو نگاه میکنیم، میگیم خانم مریم خانم خونش باید این چیزا رو داشته باشه، میریم نگاه میکنیم، پیدا میکنیم، خودمون قبلا میریم میبینیم، بعد اگر دیدی مطابقت با اون خواسته ها تا اندازه کرد یا نزدیک بود، برای شما ایمیل میکنیم، شما تشریف میارید، میریم میبینیم، پسند کردید انجام میدیم، پسندم نکردید مهم نیست. ولی یادتون باشه شما وقتی به ما ویش لیستتون یا خواسته هاتون میدید، ما عین اون خواسته بین 85 90 درصد براتون پیدا کردیم، دیگه نمیتونید بگید که حالا دیگه 10 تا دیگه میتونی پیدا کنید، تو مارکت نیست. باید تصمیمتون رو بگیرید که چی کار میخواید بکنید، این مسئله خیلی مهمه. برای همین که از اول ما میپرسیم که عزیزان چی میخوان، همینجور بی خودی بی گدار نمیام چون شما گفتید خونه میخوام بخرم در مثلا لاگونا نیگل، هر چی تو لاگونا نیگل هست ما برداریم، شما رو ببریم و از این ور بگرد و از اون ور بگرد و اصلا نبدونیم آیا شما میتونید بگیرید، آیا میتونید از افتش بر بیاید، آیا وام به شما میدن، آیا این مورد علاقه شما هست. خب شما هم خودتون خسته میشید دیگه، اینه که ما از اول کارها رو فکر میکنم درست ما انجام میدیم، برای اینکه اول میدونیم چقدر شما میتونید وام بگیرید، چقدر دارید، بعد در کدوم منطقه میخواید خونه رو بگیرید، چه نوع منزلی رو میخواید، چند تا اتاق خواب میخواید، چه مدل میخواید، در نزدیک کجا باشه. این برای هم شما راحت میشه، هم برای ما راحت تره. دوستان عزیز، بینندگان ارجمند، ما یه خواهش، من و نایت خانم یه خواهش ازتون داریم، چون این تلویزیون تازه اومدیم ما و بیننده های تایم تیوی خیلی زیاد، الحمدلله خوشبختانه، ولی خب هنوز دوستان زیاد ما رو نمیشناسن، قول بدید به نایت خانم و من امروز که برنامه تموم شد حداقل به 3 نفر از دوستانتون بفرمایید. من خواستم بگم به 5 برنامه، حالا هم 3 نفرم کافی. به 3 نفر از دوستاتون تلفن بفرمایید که برنامه نایت خانم ناهید و من و ناهید و هوشنگ و روزهای پنجشنبه 6 تا 7 ببینن. اگر گفتم ما پنجشنبه سر کاریم وقت نداریم، ما جوابشو داریم، شنبه 4 تا 5. پس توجه بفرمایید، شما شنبه هم که روز تعطیله میتونن نگاه کنن. قول به ما بدید اونهایی که این کار کردن و میخوان بکنن، خواهش میکنم یا تلفن به ما بکنید یا یه ایمیل بدید که ناهید هوشنگ ما به 3 نفر گفتیم که برنامه شما رو نگاه کن. این برای ما بزرگترین تبلیغاتی است که شما عزیزان میتونید انجام بدید. ما یه برنامه هایی داریم که درباره تمام آمریکاست، مثلا دادن وام به زمین در آمریکا نیت خانم خیلی مشکلی. بله، ما در تمام آمریکا، شما عزیزان ایرانی که زمین دارید میخواید ریفایننس بکنید، زمین میخواید بخرید، ما برای شما پول داریم، خیلی سریع هم براتون انجام میدیم. خیلی مسئله بسیار مهمی است.
در ضمن ما وام هایی که البته ناید خانم رو وام میرن در هر جای آمریکا شما وام بازرگانی یا کامرشال لون وام تجارتی بخواید ما برای شما عزیزان داریم. بله تمام وام هایی رو که در بازار آمریکا واقعا وجود داره ما هم میتونیم اونها رو انجام بدیم. شما نازنین هایی که برای منزلتون میخواید وام بگیرید، خب خیلی وام ها هست، بایستی اوراق مالیاتی داشته باشید، بانک استیتمنت و نمیدونم تکس و همه اینها رو بایستی به ما نشون بدید و کار شما انجام بدیم و بایستی در کاری که کار میکنید الان در کمپانی که کار میکنید 2 سال حداقل در اونجا باشید و الان هم هنوز کار میکنید، کردیتتون باید بالای 650 باشه و خب و و و و و باز هم برای شما میتونیم همه اون کارها رو انجام بدیم با ریت خیلی خوب. الان ریت ها واقعا خوبه، واقعا میتونید استفاده کنید چون فردا معلوم نیست چه خبر خواهد شد و هرچی که من فکر میکنم امسال این کار رو انجام بدیم بهتره تا به سال آینده بیفته. و یک نوع وام هست که خب خیلی شما نازنین ها ما سالهای پیش در جامعه آمریکایی این کار رو میکردیم چون مخصوص آمریکایی ها بود اول و بعد خب ما هم که همه آمدیم به این مملکت به هر حال جزء ما هم میشه، یعنی ما هم میتونیم از اون استفاده کنیم. ولی چهار سال پنج سال شاید ما در تلویزیون ایرانی هم گفتیم چرا که نه، خب ما هم این برنامه رو در تلویزیون میگیم و شاید خیلی ها دوست داشته باشن حالا که تمام آمریکایی‌ها یا هر ملیت دیگه که در آمریکا زندگی میکنن استفاده میکنن، چرا که هموطنهای نازنین ما استفاده نکنن. خب اوایل یه مقدار برای همه ثقیل بود این هضمش، خیلی مشکل بود چون در مملکت باور نمیکردن. بله باور نمیکردن، چیزهای دیگه ای بود. ولی یواش یواش به مرور زمان و هر هفته که ما صحبت کردیم خب خیلی ها متوجه شدن که بعد از یک سال و نیم من میدم که دیگه خود اون خانمی که برنامه‌ای ما رو اینقدر دیده و دارن دربارش توی مهمونی مثلا ما نشستیم و دارن از من سوال میکنن، ولی خانمی که خودشون سالها دیدن این برنامه رو از ما شنیدن خودشون جواب این خانم تون جوابو میدادن که من چند دفعه شوکه شدم، گفتم شما از کجا اینا رو میدونین؟ فکر کردم مثلا خب ایشونم تو مورگیج و ریل استیت و اینا، گفتن از بس که شما میگین پای تلویزیون ما هم که فهمیدیم و یاد گرفتیم. و خیلی خوشحال شدم که یواش یواش همه متوجه شدن، خیلی پدر مادرها متوجه میشدن، از بچه هاشون میپرسیدن که شما تحقیق کنید ببینید. به هر جهت الان خوشحالم که بغیر از اینکه در تمام تلویزیون های آمریکایی هم در خیلی از کانال ها مرتبا میگن و میگن اگر میخواید بروشور مجانی هم براتون میفرستیم که شما مطالعه کنید، خب اونا به زبان انگلیسی میگن دیگه، ما اینجا به زبان فارسی برای شما مختصرشو میگیم. و در تلویزیون در رادیوهای ایرانی هم الان من یک رادیو رو شنیدم که تبلیغ میکنن و خیلی خوشحالم که همکاران عزیز دیگه ما هم این کار رو انجام میدن و برای شما خیلی راحت‌تر میشه که وقتی که بدونید چند تا کمپانی ایرانی هم این کار رو دارن میکنن. ولی این برنامه فقط مخصوص شما نازنین هایی که بالای 62 سال هستید دیگه، شما که زیر 62 سال هستید میتونید از اون پروگرام های دیگه استفاده کنید، ولی بالای 62 سال میتونید از اون پروگرام های دیگه هم استفاده کنید، ولی خب به نفعتونه که یه مقدار اگر بتونید از این پروگرام که برای آمریکا الان همه دارن انجام میدن شما هم بتونید از این استفاده بفرمایید، چون برنامه بسیار بسیار خوبی است. خانم آقایون توجه بفرمایید، دوستان عزیزی که ایجنت هستن، ریلتور هستن، خونه میخرن میفروشن و خریدار دارن و خریدارشون جاب نداره، کردیت نداره و برسون برسونم که نمیتونه تکسیتر نشون بده، ما تا 625,500 دلار ما میتونیم به شما کمک کنیم برای خرید منزل. چقدر خریدار شما باید پول بذاره بستگی به سنش داره. برای مثال ریلتور بسیار نازنینی که اسم نمیارم تلفن کردم که آقای نوری من
یک خریدار دارم 70 ساله و 71 ساله، زن و شوهر، اینها بیشتر از 250,000 دلار نمیتونن بذارن، همینه دارن، چون خونهشون رو میفروشن اینقدر. خب ما این خانم با آقا رو تا 600,000 دلار چیکار کردیم؟ بله اپروفشون کردیم، خونه رو خونه جدید رو دیدن و آفر دادن. امروز به من تلفن کردن که آفرشون قبول شده، تبریک میگم نازنین. خب ایشون برنامه ما رو دیده بودن، البته خود خریدارا برنامه ما رو دیده بودن، به ریلتورشون گفته بودن اینجور برنامه هست، به ناهید اوشنگ تلفن کن. یکی دیگه باز ریلتور دیگه نازنین برای مادرشون میخواستن که من فردا با قرار اپویمنت دارم، مادرشون کسالت پیدا کرد، الان مادر تو بیمارستانه، من فردا ساعت 1 میرم بیمارستان اونجا مدارک امضا بکنن و بهشون وام بدیم. توجه بفرمایید، امیدوارم که انشاءالله حالشون خوب بشه و شما نازنین ها اگر میتونید واقعا دعا کنید برای همه عزیزانی که به هر نوع حال ناراحتی دارن، مریض احوال هستن، چه جوان چه سن بالا، برای اینکه مثلا هم آقای نوری هر یک روزی رو که ما بتونیم بیشتر زنده باشیم، خب برای اینکه بیشتر میتونیم عزیزامونو ببینیم، به نظر من خب خیلی بهتر. همیشه دلایت خانم میدونید عمر آدم دست خداونده و هر روزی که مقدر باشه خواهد شد، ولی همونطور که شما فرمودید یه مسئله معروفی است، میگن 2 روزه که شما باید فراموش کنید، 2 روز هیچ کاری نمیتونید بکنید، یکی دیروزه، یکی فرداست. امروز است که شما میتونید کاری بکنید، فردا رو کسی ندیده، دیروز هم که گذشت، بنابراین از زندگیتون استفاده بفرمایید. برنامه بسیار خوبی است. حالا موقعی که وام اگر ناید خانم اجازه بدن من صحبت کنم صحبت کنم. خانم آقایون، ما همطور که ناید خانم فرمودند هر نوع وامی که در آمریکا وجود داشته باشه ما به شما میدیم، دیگه نمیخواد بپرسید، تلفن ورده. برای مثال قبل از اینکه برم سر داستان، دوست عزیزی که از تلویزیون ما رو دیده بودن، ایشون یک دونه کارلات دارن اجاره دادن در لانگ بیچ در پی سی اچ. میدونید به کارلات ناید خانم وام نمیدن، خیلی مشکل. تشوردم پیش من، درایف کردن از لانگ بیچ اومدن پیش من، خیلی خوشحال شدم، چه نازنین، واقعا آدم افتخار میکنه به این ایرانی های عزیز. بعد برنامه‌شون رو گفتن و من گفتم که به من 24 ساعت وقت بدید بهتون میگم. بعد از 24 ساعت من واسهش پیدا کردم و الان در حال انجام شدنه. بنابراین دارم عرض میکنم به تو، هر چیزی که فکر کنی نمیشه به من بگید، به ما بگید، به ناید خانم من، ما برای شما انجام میدیم هر چی باشه. حالا برنامه دیگر براتون میرسم، اما راجع به این برنامه دولتی براتون برسونم خانم آقایون، که در زمان پرزیدنت ریگن این برنامه شروع شد، بسیار برنامه خوبی. من فکر میکنم اگر دوستان عزیزی که سوشال سکیوریتی استفاده میکنن، نمیتونم مدیکل و مدیکر استفاده میکنن، اینم یک برنامه دولتی که شما بیاید و چیکار کنید، استفاده کنید. چرا نمیکنید؟ چرا مثلا فرض کنید شما 80 سالتونه، 85 سالتونه، دارید سوشال سکیوریتی میگیرید، با سختی زندگی میکنید، بچهاتون هم ماشاءالله دکتر رو تحصیل کرده شده، اصلا احتیاج به مادی شما نداره، یه خونه هم دارید که بالای 600-700,000 دلار میارزه، بدهکاری هم ندارید، خب چرا از توش پولی نمیگیری 300-400 تا بذارید توی بانکتون، با خانمتون تفریح کنید، گردش برید، به نوها کمک کنید؟ بسیار برنامه خوبیه، بسیار. و بعد چند سینو دارید که دیگه پولشو ندید، حتی دیتیلشو براتون میرسونم. در زمان پرزیدنت ریگن خانم آقایون این قانون دولت آمریکا تصویب کردن، پرزیدنت هم امضا کرد و به حالت اجرا در اومد، مدت در حدود 15-16 سال هست که این برنامه هست. ما هم از 15 سال پیش این برنامه رو شروع کردیم در هاوایی، در لاس وگاس، در کالیفرنیا و آریزونا، این 4 تا استیت رو شروع کردیم. خیلی هم بازدید خیلی خوبی داشتیم. قوانینی خورده به حالا فرق داشت، هر سال بهتر میشه برای شما عزیزان، دولت بیشتر به شما کمک میکنه. نه یه مقدار آقای نوری مشکل ترش هم میکنن، دلیلش رو میگم. بله، این برنامه به نام ریورس مورگیج یا برسون برسونم ریورس مورگیج برای فایننس کردن یا گاورمنت اینشور لون برای خرید منزل. اولا ریورس مورگیج چی هست و با کجا کار میکنه؟ ریورس مورگیج
جزء FHA آمریکاست و اینها در حکم هستن و حکم هم تحت وزارت ساختمانی آمریکا یا ایران چی میگفتیم ما؟ آبادانی مسکن. مسکن و به نام حاد معروفه. حاد کنترل میکنه. دولت آمریکا پولی به شما ها نمیده. دولت آمریکا برنامه داره، به بانک ها میده، میگه آقای بانک به این خانم، به این آقا، با این مقررات این پول بدید، من بیمه میکنم. بابت بیمه از شما پول میگیره یک دفعه در قبل موقعی که بخواد ریفایننس بکنه. خب مقررات چیه؟ برای خرید منزل من اول عرض میکنم، بعد میریم برای ریفایننس. شما خونه میخواید بخرید، از ایسکوست اومدید، از ایران اومدید، از اروپا اومدید، یه سوشال سکیوریتی دارید فقط، شغل ندارید، کردیت ندارید، تکس ریترن ندارید و میخواید خونه بخرید، ولی پول دارید. چقدر شما باید پول داشته باشید که خونه مورد نظرتون رو بخرید بستگی به سن شما داره. مینیمم سنی که باید داشته باشید 62، ماکسیمم 99 سال است. هرچی که سنتون بالاتر باشه مقدار پیش پرداختی که میذارید چیه نکنه کمتر. خیلی مهمه. از کجا میخواید بفهمید؟ باید به من تلفن کنید، تاریخ تولدتون و اسمتون رو بدید، من همونجا که پای تلفن هستید به کامپیوتر دولتی میذارم و میگم شما برای چقدر کوالیفای هستید یا میتونید بگیرید. یعنی از 50% در بایستی بدن تا اجازه میفهمید من کمتر. در استیت کالیفرنیا ماکسیمومی که شما میتونید خونه بخرید و داخل این برنامه باشه 625,500 دلار. ولی شما خونی بزرگتر هم میتونید بخرید، ولی باید بقیهشو بدید. این در استیت کالیفرنیا است. برای خرید خونه را ما باید برای شما خونه پیدا کنیم و به معنی که خونه پیدا کردیم، اون موقع شما با کانسلر که دولت آمریکا تعیین کرده مشاوره میکنید، به شما این مدرک میدن، به ما میدید، ما میریم برای دنبال لونت. پولی که میخواید در اینجا برای خرید بذارید، استدام میکنم توجه کنید، میتونه گیفت باشه، گیفت میشه کادو باشه، پرزنت باشه، از فامیل، از دوستتون به شما داده باشن، میتونه فروش خونه باشه، میتونه از ایران اومده باشه، ولی از ایران اگه میاد باید به بانک شما وایر شده باشه و اسم بانک و تمام اطلاعات رو بشه بررسی کرد. خیلی مسئله بسیار مهمی است برای پول از کجا بیاد. بعضی مبارکم برسونم که بهره پول داره، اجستبل یا متغیر داریم و فیکس یا ثابت داریم دیگه، 4.75 4.5 بستگی داره کدوم پروگرام، و اجستبل هم 2.5 به بالاست، 2.5%. شما چویس دارید، یعنی حق انتخاب دارید که در ماه قسط بدید یا قسط ندید. اولا این پروگرام ماهانه قسط نداره، اگه شما بخواید بدید باید آخر سال یه چک بکشید بهره پولتون رو بدید، یا یه چک بکشید از اصل پول بدید، هیچ اشکالی نداره. ولی اگرم نخواهید میتونید تا آخر عمرتون ندید. فرض کنید شما 62 سالتونه، انشالله تا 99 سالگی هم عمر میکنید، 37 سال تو این خونه میشینید و پول نمیدید. خب سوال این است که خب بعد از 37 سال اگه ما مردیم چی میشه؟ شما باید حتما یک دونه فامیلی تراست با وصیت نامه حتما داشته باشید، خونتون رو میذاره توی اون تا روزی که شما زنده هستید منیجرین، بعد از شما خانمتون، بچهاتون، اونها یک سال وقت دارن تعیین بکنن که خونه رو میخوان بفروشن، پول بانک بدن، بقیه رو خودشون بردارن یا ریفایننس بکنن. این خیلی مسئله بسیار بسیار مهمه. اگر شما سن 62 سال به بالا دارید، خانمتون جوانتر از خود شماست، به شما اگر فوت بکنید خانمتون از خونه بیرون نمی کنن. خیلی مهمه. یک سال خانم شما وقت داره، تا اون موقع خانم شما به 62 سال رسیده میتونه همینو تغییر بده به اسم خودش و تا آخر عمرش هم اونجا خودش باشه. شما خونه رو هر موقع میتونی بفروشی، جریمه پرداختی نداره اگه بخوای پول زودتر بدی، هر چی شما فروختید 10 برابرم بفروشید، فقط پول بانک باید بدید، بقیه مالی که نت خانم بدهکاری بانکو میدید، بقیه مال خودشماست. و اما شما چیزی که از شما بانک میخواد خیلی مهمه. یک، شما باید تکس خونه رو که هر 6 ماه یه دفعه میاد پول داشته باشید بدید.
باید به بانک ثابت کنید شما از یک جایی درآمد دارید که این ماهی 400 دلار 350 دلار رو میتونید بدید. اونایی که سوشال سکیوریتی میگیرن، اونایی که SSR میگیرن، اون پولا اندازه کافی است که میتونن کوالیفای بشن برای این برنامه. یک مسئله دیگه، نمیتونید خونه رو اجاره بدید، باید حتما در این خونه زندگی بفرمایید. اگر تعدادی تا 3 تا خونه اجاره داشته باشید کسی با شما کار نداره، شما میتونید تشریف برید و این خونه رو بگیرید. من که میخوام به شما که خودتون میخواید در اون منزل بشینید، زندگی کنید، اقامت کنید، برای شما میخوام کمک بکنم. این برای چی بود نایت خانم؟ برای اونه که میخونن بخرم. بله. اون عزیزایی که منزل دارن و توش در کالیفرنیا زندگی میکنن و یا بدهکار هستن یا بدهکار نیستن، هیچ فرقی نداره. شما تقاضا میکنی، به من تلفن میکنی که آقا نوری من میخوام از رو خونم پول بگیرم. آدرس خونه رو میدید، اسم خودتون رو به من میدید، سال تولدتون رو به من میدید، چقدر بدهکارید رو خونه میدید یا بدهکار نیستید بگید، من به شما عرض میکنم که چقدر روی خونه شما ما میتونیم پول بدیم بعد از اینکه اپریز بشه. البته شما میفهمید که خونی من 700 تا میارزه، ما حرف شما رو قبول میکنیم، رو اون برآورد میکنیم، اما اصلیتش موقعی که چی بشه نت خانم؟ بله، کارشناس بیاد به خونه شما رو اپریز بکنه، ارزشیابی بکنه. کارشناسی که دولتی، یعنی از طریق سازمان هایی میاد که با دولت تماس دارن، مال FHA اپروه میاد اونجا و چیکار میکنه؟ اپریز میکنه. خب شما تقاضا کردید برای پول، اولا در اون خونه باید زندگی بکنید و به ما نشون بدید که یک سال صاحب اون خونه بوده، یعنی سند خونه به اسم شما بوده. یوتیلیتی از شما میخوان که به اسم شما پرداخت شده باشه در یک سال گذشته، آب و برق و گاز و تلفن و کیبل و همین مسائلی که هست. شما مسئولیت دارید که هوم اسوسییشن و اینشورنس خونه و تکس خونه رو چیکار کنید؟ نایت خانم، به پرداخت بکنید. این وظیفه شما. همه خونه رو نمیتونید اجاره بدید. بازم شما چانس دارید که چیکار کنید؟ قسط ماهانه ندید. آخر سال میتونید بهره پول بدید یا بازم میتونید به هیچ عنوان پرداخت نکنید و تا آخر عمرتون تو خونه بشینید. بعد از شما هم شما باید حتما فامیلی تراست داشته باشید. منیجر شما بعد از شما هر کس هست به بانک میگه پدر مادر ما فوت کردن. به شما یک سال، یک شش ماه، دو تا سه ماه وقت میدن، تصمیم میگیرید خونه رو بفروشید یا ریفایننس بکنید، پول بانکو بدید. خیلی ساده است. بهترین برنامه است برای شما عزیزان. خب حالا فرض بفرمایید که شما 400 هزار دلار کوالیفای شدید، به شما گفتن که به شما میتونم بدم. شما این 400 هزار دلار رو به این طریقی که من میگم میتونید بگیرید. اولا جدیدن تمام 400 تا رو در سال اول به شما نایت خانم نمیدن. میترسن پول خرج کنید. یه مقدارش سال اول میدن، یه مقدارش سال دوم میدن. با این پول هر کاری میخواید میتونید بکنید، بجز این پول در انیوتی برید اینوست کنید برای بازنشستگی. اونو دولت اجازه نمیده چون خیلی پولشون از دست دادن. ولی این پولو هر کاری میخواید بکنید. اولا این پول تکس فریه، یعنی شما پولی بابت مالیات به آیارس نمیدید خانم، روی پول نمیدید. 62 سالتون باید به بالا باشه که این کارو انجام بدید. خب حالا پول اومد، شما دو حالت داره، یا بدهکارید رو خونه یا بدهکار نیستید. اگه بدهکار بودید بدهکاریتون رو میدن، اگر چیزی موند بدن به شما، اگه چیزی نموند که بدهکاری رو دادن. اگر بدهکاریتون بیشتر از پول 400 هزار تاست، بقیه رو باید خودتون بذارید و پرداخت کنید. پس یه نوع به شما پول کش میدن، یک نوع میتونید لاین آف کردیت بگیرید. اون خیلی خوبه. لاین آف کردیت هر وقت خواستین نایت خانم چیکار میکنید؟ بله، یه چک میشید، اون پول رو در میارید و خرج میکنید و بعد منفعت همون مقداری میدید. ولی اگر تمام پول رو درارید، خب منفعت با در عرض سال بدید یا ماهیانه. ماهیانه رو نمیدید، در عرض سال. اگر دوست داشته باشید اینترست رو میدید، منفعت رو میدید و همون بدهکاریتون به بانک همون مقداری که گرفته شده روز اول. خیلی ممنون، توجه فرمودید نایت خانم، خیلی قشنگ براتون تشریح کردن. بنابراین
بسیار برنامه خوبیه. حالا فرض کنید شما بدون تکس و بدون کردیت و بدون جاب میخوای از رو خونت پول بگیری، گود لاک اگه کسی بد داد. نه خب خیلی های شما نازنین امکان داره واقعا خب بزینس هم حتی دارید ولی نشون نمیدید یا دارید کار میکنید برای کسی، الان یهو احتیاج دارید برای میخواید مغازتون یه جنسی بخرید یه کاری بکنید، خب بخواید برید پول بگیرید برای اینترست های بالا، چرا این کارو بکنید؟ خب این بهترین راهه و اگر 62 سالتون هم به بالا هست خب میتونید استفاده کنید. من فکر میکنم به اندازه کافی راجع به ریورس مورگیج بازم اگر شما نازنین ها براتون یه مقدار میدونم خیلی از شما امکان داره متوجه نشید، میخواید یعنی واقعا میخواید از خود ما بدونید با خودتون صحبت کنیم، شما میتونید به شماره 949-547-7409 زنگ بزنید، خیلی خوشحال میشیم که هم شما رو ببینیم همین که با تلفن اگر دوست داشتید. یادتون باشه که من و نایت خانم 15 سال ما تجربه این برنامه رو داریم، یعنی دیگه من فکر نکنم کسی به اندازه ما در جامعه ایرانی اکسپریانس و تجربه نایت خانم و من. تازه این کاری که ما انجام میدیم تازه به شما میگیم اپرووم میشید، ولی باز از خود این کمپانی برای شخص ثالثی هست که میاد تازه باز با شما صحبت میکنه، البته خب هر زبانی که شما انگلیسی بچه هاتون یا خودتون متوجه میشید همون حرفی که ما میزنیم میخوان مطمئن بشن که شما متوجه شدید. این یکی از وام هایی بود، برنامه های پروژه هایی بود، برنامه هایی بود که ما داریم. وام های دیگه که براتون میخوام برسونم دو قسمت تقسیم میکنم، یکی باز وام هاییست که دولت آمریکا گارانتی کرده و برنامه های دولت آمریکاست، بانک های دیگه میکنن، یکی از اونها FHA بازم زیر چتر هاده و کاری که FHA میکنه میخواد کمک بکنه به خانواده هایی که پول کمتری دارن نایت خانم برای پیش پرداخت و خونه بگیرن، به خصوص زن و شوهرهای جوانی که ازدواج کردن. مهم نیست که فرست تایم بایر باشید یا اولین بار خونه میخرید، دومین بار اصلا مسئله نیست. خوبی اینجا این است که شما اگه یک کردیت دیسنتی 640 350 360 داشته باشی 3.5% دان پیمنت یا پول نقد 3.5% قیمت خونه که تا 625500 تا داشته باشید ما میتونیم تا 96.5% به شما چی بدیم؟ وام بدیم، به شرطی که برید توش زندگی بکنید و تکس ریتر میخواد، جاب میخواد، کردیت هم برس رسوندم. ولی اگر یه موقع درآمد شما اندازه کافی نبود شما میتونید دوستی فامیل کسی رو بیارید بدونی که تو خونه زندگی بکنه، از درآمد اون برای خودتون چیکار کنید؟ استفاده کنید. FHA فقط برای خرید خونه نیست، برای ریفایننس، برای دوستان عزیزی که قیمت خونه شون پایین رفته و لونشون به 90-95% رسیده ما به شما میتونیم ریفایننس کنیم با FHA. ولی FHA بیمه داره خانم آقایون، این بیمه رو به دولت ماه به ما باید بدید، از 150-160 شروع میشه تا 225 بستگی داره به مقدار وامتون. بسیار پروگرام خوبیست. برنامه دیگه داریم بازم برنامه دولتیست که دولت تعیین کرده به نام VA Veteran Administration. در VA اونهایی که خانم آقایونی که در نیروهای آمریکا خدمت کردن، نیروهای مسلح آمریکا خدمت کردن، اینا کوالیفای هستن چه میکنن خدمت چه اومدن بیرون، شما بدون اینکه یک پنی پول نقد جلو بذارید و بدون اینکه برای شما مخارجی داشته باشه تا 100% به شما لون میدن. توجه بفرمایید 100% به شما لون میدن، خیلی مهمه برای شما عزیزان. و شما وامتون هم میتونید چیکار کنید؟ ترانسفر کنید به خریداری اگه بخواید خونتون رو بفروشید، ولی باید جاب داشته باشید، تکسیتن داشته باشید، کردیتون دیسنت باشه. بسیار بسیار برنامه خوبیست برای شما عزیزان. یک برنامه وامی دیگه داریم برای بزنس هاست به نام SBA SBA Small Business Administration. دولت آقای اوباما خیلی فشار آورده، تأکید کرده به بانک ها که برنامه دولتی SBA رو انجام بدن. چرا؟ برای که وقتی یک بزنسی میخواد بزنسش رو بزرگتر بکنه و پول بگیره میره امپلوی استخدام میکنه دیگه، نیست مگه نایت خانم؟ چون اقتصاد آمریکا روی Small Business هست، میلیون میلیون در آمریکا Small Business هست.
اسمال بزنس یعنی اونه که بین 2 تا 10 تا کارمند یا کارگر یا کارمند یا هرچی که اسمشو بذارید دارن براشون کار میکنن. خب اسپیلون ما الان 25 سال اسپیلون داریم میکنیم. تخصص ما خیلی روش هست، تجربه ما بسیار بالاست. عزیزانی که میخوان گستشن بخرن، رستوران بخرن، خونه بخرن، نمیدونم هر چی میخوان بخرن و پول احتیاج دارن، حتی تا 10% هم شما بذارید ما بقیه رو براتون میگیریم، بستگی به کردیتون داره، تکسیتتون داره. یک برنامه دیگه که داریم بازمونم دولتی است که دولت گارانتی میکنه، وام های کشاورزی. نهید خانم، شما باغ میخواید بخرید، وسایل میخرید برای کشاورزیتون، زمین کشاورزی میخواید بخرید، همه چی برای شما عزیزان ما داریم. این برنامه های دولتی است که بانک ها روی مقررات دولت به شما وام میدن. یکی از کارهای مهمی که ما میکنیم، اول برنامه هم عرض کردم، ممکنه جدید تشویق بدید، زمین اگه دارید در هر جای آمریکا برای خرید یا برای ریفایننس ما به شما پول میدیم. نگران نباشید، احتیاج به تکس و نمیدونم جاب و این چیزا نیست، خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده ما به شما پول میدیم، توجه داشته باشید. یه نوع دیگه وام داریم ما که خانم آقایون یک هفته به شما میدیم و اون وام برای اون عزیزانی که نایت خانم خیلی امرجنسی پول میخوان، هارد مانی نیست، 12-10.5-9% نه، یه سافت مانیه، از شما هیچی هم نمیخواد، فقط شما آدرس پراپرتی رو میدید به من، من ظرف 24 ساعت به شما بگم که میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم. از 150 هزار دلار به بالاست تا 50 میلیون دلار، بسیار کمپانی خوبیه و بهره خالی هم شما میدید. یه عیبی که داره، 2 ساله بیشتر نیست، 1.5 سال، 6 ماه به شما وقت میدن. این برای اونایی که پول احتیاج دارن به هر دلیلی و میخوان بعد از 6 ماه 7 ماه 10 ماه دیگه پول دستشون میاد، نمیت خونه این پول چیکار کنن بدن. اما با این پول، با این پول ممکنه 3 برابر پول درارن، معلوم نیست که این پول بری کجا شما میخواید. پس این مسئله خیلی مهمه که شما در نظر بگیرید. این برای وام های دولتی و وام های مهمی که برات رسوندم. اونه که میخوان خونه بسازن براتون کانستراکشن لون داریم. یه کمپانی ما داریم که لون از 2 میلیون دلار به بالاست، بسیار کمپانی عالی هستن در تمام آمریکا، هر جا شما هر کاری داشته باشید ما براتون انجام میدیم. و اما وام های معمولی که نایت خانم هم فرمودن در ابتدای برنامه، ما یک نوع وام معمولی داریم، کانونشنال بهش میگن، که این وام تا 2,500,000 دلار ما به شما میتونیم چی بیم نایت خانم؟ وام بدیم. اگر میخوایی ریفایننس بکنید، کش بیارید بیرون، تا 1,500,000 تا. ولی باید بازم نایت خانم فرمیدم، من دوباره تکرار میکنم فرمیشاتیشون رو، تکس ریترن باید داشته باشید، کردیتون برای 720 به بالا باشه، 2 سال در کار کرده باشید، تمام مشخصات یک A+ بایر داشته باشید که ما این کار به شما بکنیم و انجام بدیم. خانم ها آقایون، ما نایت خانم و من 37-8 سال داریم این کار میکنیم، تجربه به اندازه کافی داریم، بنابراین ما هیچ موقع دست رد به سینه شما نمیذاریم بگیم ما نمیتونیم بکنیم، ناامید نمی کنیم کسی رو. چرا؟ برای که میدونیم این برنامه رو چطوری رو هم بذاریم قانونی که بتونیم اینو تحویل لندر بدیم و برای شما وام بگیریم. بنابراین شما هر سوالی دارید، هر امری دارید به نایت خانم یا من، البته بعضی از شما عزیزان میگید من فقط میخوام با نایت خانم صحبت کنم، ما حسودیمون هم نمیشه، اشکالی نداره، نایت خانم سرور ماست، به 949-547-7409 تلفن کنید. ما اینجا هستیم که به قول معروف آسپرین هستیم برای سردرد شما، یعنی ما نمیخوایم شما سرتون درد بگیره، به ما بدید که ما سرمون درد بگیره. چرا؟ برای که کار ما اینه. مثل امروز دی خود بات اومدی الان چشم من ناراحته، آقای نشون میکنه آسپرین دیدو. خانم بنده را اگه شما بخورید من آسپرینم میتونید، چشمتون خوب میشه، چشمم خوب. خیلی ناراحت کرده. جدی؟ بله. الان اوکی هستید؟ الان بله. تموم میشه برنامه، 2 دقیقه دیگه من شرمنده، من هی دارم با چشمم بازی میکنم. اشکال نداره، اشکال نداره، برای اینکه وقتی هوا باد میاد شما چشمانتون انقدر زیباست که هیچ موقع نباید ناراحت بشید. من یه مقدار باد چشمم که میره چشممو ناراحت میکنه، متاسفم.
این باد و این باد باید پدر شده و این پرابلما رو پیدا میکنیم. خانم آقایون واقعا سعادت نایت خانم و منه که افتخار داریم این مدت بلند در جامعه ایرانی با شما صحبت میکنیم، به ما تلفن میکنید، ایرانی از مشاغل ایرانی حمایت کنید. چقدر نایت خانم و من به شما میگیم برید این کار رو بکنید، این وظیفه همه ما ایرانی هست. نگید ایرانی بده، نگید اون بلد نیست، نگید اون کار نمیتونه بکنه، برید خوب نبود یکی دیگره برید ایرانی پولتون رو تو جیب بله شاید ماها خیلی ایرانی بذارید. یه مقدار سرویس های خوبی رو در هر نوع بزنسی داریم، یه مقدار خوب نباشه، گاهی کمتر باشه، ایران همیشه هست. بله ولی خواهش میکنم اینو خودتون بفرمایید ناهید من از این کار من میخوام اینجوری باشه. چشم، هیچ اشکال نداره، اگر به من برخورد و ناراحت شدم اصلا با من بزنس نکنید. واقعا توجه بفرمایید. بله واقعا هر جا تشریف میبرید هر نوع سرویسی رو که میگیرید، خب اولا نباید زیادی توقع داشته باشیم دیگه. در جامعه زندگی میکنیم آقای نوری که واقعا اینقدر گرفتاری ها هست، اینقدر ناراحتی ها هست که دیگه برای سرویسی هر جا که میریم من خیلی دوست دارم، خوشم میاد. هوایی واقعا چقدر ریلکس هستن، یعنی اینجا وقتی میری تو صف من خودم هم میگم دیگه اینجا شدیم مثل خود و اینا ماشید. اگر چهار نفر واسدن یه خود طول میکشه و یه ذره غذامون هم دیر میاد هرس میخوریم و عصبی میشیم و ناراحت میشیم، ولی در هوایی خیلی ریلکس واسدی قشنگ با دوست شومون پشتی هم حرف میزنه تا بیاد، اصلا فکر نمیکنی که برای که اون درست فکر میکنه آقای نوری، برای که استرس اینقدر همه ماها به هر جهت به هر حال در هر نوع بزنس هستیم در هر نوع کاری هستیم داریم، شبان روز در آمریکا به استرس برای همه هست. پس بنابراین یه چیز کوچولو دیگه ما باز ردش کنیم، خیلی راحت با هم صحبت کنیم، دوستانه پیش بریم و زیادی توقعات توقع گوش کنید به فرمایشات نایت خانم، واقعا بسیار عالی. بله، میفرمایند بله گوش کنید میکنیم دیگه. از شبت که نایت خانم باور میکنی برنامه ما تموم شد؟ من که باور نمیکنم. بله. خانم آقایون شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، از شما خداحافظی میکنم و با هم خوب باشید، لاف داشته باشید هم دیگر رو، به برنامه ما توجه کنید، ریفرال به ما سه نفر یادتون نره، ببینم کی تلفن میکنید، ایمیل میدید که معرفی کردید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا هفته آینده. بله اوامری درباره ریل استیت، مورگیج، همون وام، ریورس مورگیج دوست داشته باشین برای اومدن به آمریکا به هر حال با 949-547-7409 یا pacificmore@gmail.com ایمیل بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم اوامر شما رو انجام بدیم و هر نوع کارهای دیگه اگه دارید و خواسته هایی دارید با ما تماس بگیرید، اشکال نداره، ما صمیمانه با شما گفتگو میکنیم بدون اینکه براتون خرج داشته باشه. به هر حال من هم همه شما نازنین ها رو با تشکر فراوان از کارگردان نازنینم جناب آقای علی آقا، مستر علی thank you so much for all your help، همه شما نازنین ها رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم تا هفته آینده که هفته بسیار خوبی رو آرزو دارم برای تک تک شما نازنین ها و دعا کنید برای مریض ها، برای اشخاصی که ناراحتی دارن و به هر حال از هم دیگه دور هستن، همیشه سلامت باشن. خدا نگهدارتون، شب روزتون بخیر. Hope for you برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan Settlement Short Sale Direct Sale Credit Card Settlement. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.